به تولید در کشور که کالای تولید استاندارد داخلی رو ما بگذاریم بریم از خارج وارد کنیم. این جفای به تولیده، جفای به اشتغاله، جفای به صنعت کشوره. هیچ دستگاهی حق نداره و من در اون صحبت قبلی گفتم این تقلف محسوب میشه اگر دستگاه این کارو بکنه. ما با توصیه که نمیخوام کشور فقط اداره بشه، ما بیام از سهم صندوق توسعه ملی مبلغی رو، درصدی رو اختصاص بدیم برای همین امر ناترازی گاز. شما فکر میکنی 80 میلیارد تومان پول و میلیارد دلار پول وجود داره که بدن این کار انجام بدیم؟ ما سالانه بین 60 تا 80 میلیارد دلار داریم انرژی هامون رو هدر میدیم. دو نیروی بسیج به سرنشینان این خودرو مشکوک می‌شوند و دستور توقف و بازرسی می‌دهند. راننده مدارک هویتی نشان نمی‌دهد و از او درخواست می‌شود که از ماشین پیاده شده که در این لحظه این فرد اسلحه خود را درآورده و به یکی از نیروهای بسیج شلیک می‌کند. پس از مدت کوتاهی محل مخفی شدن این تروریست‌ها توسط سازمان اطلاعات سپاه شناسایی می‌شود. گزارش هایی داریم که حکایت میکنه از جان باختگان یک دانش آموز در مدرسه شاهد در اردبیل، حمله نیروهای امنیتی به دبیرستانی در اردبیل و کشته شدن یک دانش آموز. ساعت 12:05 بود، ناراحتی قلبی خواهرم اوت شد، به اورژانس زنگ زدم. مراحل چولپتی بود، سوزلر چولپتی، بیزم خانواده همیز عزادار دی فلان دی. من روزیم صریحا و سوزلری تکسیب الیم. یه فدراسیون رکورد شکن داریم که تو کمتر از یک سال 4 تا سرپرست عوض کرده. جالبه یکیشون فقط 180 دقیقه سرپرست بوده. سرپرست جدید هم تغییراتی درش اتفاق افتاد. هم مشکل اساسنامه هست، هم ایمیل های متعددی که از ایران زدن به فدراسیون جهانی و فدراسیون جهانی رو دچار یک تعارضی کرده بودن. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد و آل محمد. خانم‌ها و آقایان سلام، شب شما بخیر باشه. به خبرهای این ساعت خوش آمدید. واردات کالا و محصولات مشابه داخلی ممنوع. این بخشی از صحبت‌های حمایتی رئیس جمهور از کالای ایرانی در همایش ملی نخبگانه. این جفای به تولید در کشور که کالای تولید استاندارد داخلی رو ما بگذاریم بریم از خارج وارد کنیم. این جفای به تولیده، جفای به اشتغاله، جفای به صنعت کشوره. هیچ دستگاهی حق نداره و من در اون صحبت قبلی گفتم این تقلف محسوب میشه اگر دستگاه این کارو بکنه. ما با توصیه که نمیخوام کشور فقط اداره بشه، ما اجرایی هستیم. حمایت تمام قد دولت از نخبگان و حل مشکلات صدور مجوزها هم دو تاکید مهم آقای رئیسی برای حمایت از نخبه ها و طرحهای دانش بنیان بود. رئیس جمهور گفت دشمن برای ضربه زدن به کشور غارت مغزها رو در پیش گرفته. مغزهای مؤثر گره‌گشای از کشور رو دشمن میخواد غارت بکنه. اینا سرمایه بزرگ کشور ما هستن. در این جنگ شناختی و در بسیاری از مسائل اون بخش پیشران ما مغزهای ما هستند. نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس ناتراز بودن تولید و مصرف گاز رو در کشور بررسی کردند و کمیسیون انرژی اعلام کرد 75% سبد انرژی ایران به گاز طبیعی اختصاص داره. وزیر نفت هم گفت رفع ناترازی مصرف گاز منابع مالی میخواد. ما بیام از سهم صندوق توسعه ملی مبلغی رو، درصدی رو اختصاص بدیم برای همین امر ناترازی گاز، برای توسعه میادین گازی با اولویت میادین مشترک، برای احداث خطوط انتقال، ایستگاه‌های تقویت فشار و بهینه‌سازی مصرف گاز. هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی هم بحث سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه نفت و گاز بوده. بنابراین تأمین 80 میلیارد دلار ما تا امروز با پیش‌بینی‌هایی که می‌کنیم انشاءالله بتونیم 22 میلیاردش رو از طریق همین منابع داخلی، ظرفیت‌های داخلی، ساخت داخل، مشارکت هلدینگ‌ها و بانک‌ها جذب کنیم.
اما رئیس مجلس در پاسخ به آقای اوجی گفت مشکل کشور هدر رفت بسیار زیاد انرژی و حکمرانی انرژی ایران سالانه ده ها میلیارد دلار سرمایه رو از بین میبره. جناب آقای اوجی، اگر جناب عالی و بنده به عنوان خدمتگزاران مردم در قانونگذاری و در اجرا حرفمون این باشد که 10% از صندوق توسعه به ما بدید، یا اینکه 80 میلیارد دلار از اینجا پول بدین تا من این اعتراضی رو درست کنم. شما فکر میکنی 80 میلیارد تومان پول میلیارد دلار پول وجود داره که بدن این کار انجام بدیم؟ همه دلسوزان انقلاب و نظام میدونن که ما سالانه بین 60 تا 80 میلیارد دلار داریم انرژی هامون رو هدر میدیم. در ادامه نشست علنی مجلس هم رئیس دیوان محاسبات کل کشور از چگونگی اجرای قانون بودجه پارسال گزارش داد و گفت فقط 30% دستورهای قانون بودجه 1400 کامل اجرایی شده. 3.5 میلیون نفر از جاماندگان سهام عدالت در مرحله اول شناسایی شدند. اونطور که رئیس سازمان خصوصی سازی گفته این افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و در اولویت دریافت سهام عدالتند. به گفته ی آقای قربانزاده مراحل اختصاص این سهام در دولت و مجلس در حال انجام. رئیس سازمان خصوصی سازی درباره سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هم گفت مجامع این دو باشگاه در ماه‌های آینده برگزار و پس از ارزش گذاری بخشی از سهام اونها به صورت بلوکی واگذار میشه. اصلاح ساختار در واقع دارایی‌ها، نقل و انتقال اموال، مولدسازی اموال، مستندسازی که باید صورت بگیره. تدوین برنامه‌های اضطراری برای جلوگیری از بحران کم آبی در شهرها. معاون اول رئیس جمهور در جلسه بررسی مسائل آب وزارت نیرو را مکلف کرد برنامه اضطراری مقابله با بحران کم آبی را به همراه منابع مالی مورد نیاز اون ارزیابی کنه. آقای مخبر با انتقاد از مصرف آب شرب در صنایع و کارخانه‌های اطراف استان تهران گفته این صنایع باید ظرف مدت تعیین شده از طرف وزارت نیرو استفاده از منابع آب جایگزین نظیر پساب رو فراهم کنند. در این جلسه مقرر شد استفاده از منابع آب شرب در بخش کشاورزی هم به حداقل ممکن برسه. اما به گفته که وزیر نیرو طبق پیشبینی سازمان هواشناسی پاییز امسال 50% کمتر از شرایط معمول بارش خواهیم داشت. به گفته ی آقای مهرابیان با توجه به وضع بارش‌ها و ذخایر سدها تمرکز وزارت نیرو بر مدیریت مصرف و برای پرمصرف‌ها محدودیت اعمال خواهد شد. به طور مثال بگم، مثلا ما کسانی رو داریم که اقدام میکنن به شستشوی گسترده خیابون و کوچه و یا مثلا ماشین شویی میکنن، استخرهاشون رو پر میکنن، فضای سبز بسیار به اصطلاح وسیعی دارن با آب در واقع تصفیه شده که تقریبا اغلب آبهای ما در حد آب معدنیه، یعنی کیفیتش ها، یه آب معدنی قیمتش چند هزار تومنه، نیم لیتر آب چند هزار تومنه. این آب رو صرف مثلا شستشوی مثلا یه فضل به اصطلاح حیات میکنه. مرکز رسانه قوه قضاییه در اطلاعیه اعلام کرد یکی از جانباختگان حادثه آتش‌سوزی زندان اوین که رسانه‌های معاند مدعی بودند در اختشاشات دستگیر شده، سارق حرفه‌ای بوده که به جرم سرقت زندانی شده بود. در این اطلاعیه اومده حسین جیم 19 تیر ماه امسال به جرم سرقت بازداشت و پس از آن دادگاهی و زندانی شده بود. در ماجرای آتش‌سوزی کارگاه خیاطی زندان اوین این فرد به دلیل استنشاق دود جان باخت. چندین فقره سرقت از جمله سرقت موبایل خانم‌ها با استفاده از چاقو و همچنین 2 محکومیت قطعی کیفری به جرم سرقت در سوابق این فرد موجوده.
آلمان پیامرسان تلگرام رو به علت نقض قوانین این کشور 5,125,000 دلار جریمه کرد. نهادهای ناظر در آلمان اعلام کردند با وجود اینکه کاربران از نفرت پراکنی و جرایم جنایی در فضای تلگرام شکایت کرده بودند، مدیران تلگرام پس از یک سال هنوز اقدامی انجام نداده و سازمانی رو هم برای رسیدگی معرفی نکردند. در آلمان پیامرسان‌هایی که بیش از 2 میلیون مخاطب دارند موظفند فرد یا نهادی را به عنوان نماینده خود معرفی کنند تا در قبال جرائم و نقض قوانین احتمالی پاسخگو باشه. رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت اولویت بندی برای رفع نواقص و کاستی ها در بخش های مختلف دستگاه قضایی گفت اگر ضعف ها و کسری های موجود در کار خودمون رو نبینیم نمیتونیم ارتقا پیدا کنیم. آقای اژه‌ای در نشست هیئت عمومی دیوان عالی کشور تاکید کرد باید اقدامات صورت گرفته در قوه قضاییه برای مردم بیان میشه. قرارداد ساخت مرکز بین‌المللی لوجستیک در منطقه ویژه اقتصادی سرخس بین آستان قدس رضوی و یک سرمایه‌گذار چینی امضا شد. سرمایه‌گذاری خارجی اولیه برای راه اندازی این طرح 400 میلیون یوانه. ظرفیت تخلیه و بارگیری روزانه این مرکز لوجستیکی 500 کانتینره. و رونمایی از خودروی اقتصادی در ایران خودرو، این خودرو قرار شهریور سال آینده روانه بازار بشه. البته مسئولان ایران خودرو علی‌رغم پیگیری‌های ما هیچ برآورد قیمتی از این خودروی اقتصادی ارائه نکردند. رونمایی از دومی خودرو اقتصادی در سال 1401. موتوری که فعلا قصد داریم که با این موتور به بازار ارزش TU5 پلاس هست حدود 113 اسب بخار قدرتش هست و 143 نیوتن بر متر گشتاورش هست. TF21 خودرویی که به گفته متولیان حرکت تحولی در طراحی، ساخت و صنعتی سازی در دستور کار دارد. خودرویی هست که انشالله با پاس کردن الزامات 85 گانه و حتی در نظر گرفته شدن خیلی از الزامات کارخانه‌ای بتونه زمینه جبران عقب ماندگی های گذشته رو داشته باشه. مدیر عامل ایران خودرو میگوید این خودرو اقتصادی قیمتی در حدود پژو 206 و پرشیا خواهد داشت. جزء خودروهای رد پایین از نظر قیمتی در گروه صنعتی ایران خودرو. قائم مقام ایران خودرو هم TF21 را در زمره خودروهای روز دنیا میداند. سنسور نور باران، GSI، TPMS، کنترل پایداری ترمز، کیلس و در حقیقت ایربگ‌های صندلی جانبی. این خودرو احتمالاً جایگزین سمند و پژو 405 خواهد بود. قطعاً با تیراژ گرفتن این محصول ما خودروهای قدیمی که به هر حال استانداردهای 85 گانه رو پاس نکنه از دستور کار خارج خواهیم کرد. TF21 که امروز رونمایی شد قرار شهریور سال آینده به بازار عرضه بشه. فائزه شعبانی، خبرگزاری صدا و آشوب، اختشاش و آتش، فضایی غبارآلود و مناسب برای برخی افراد. فراخوان برای ایجاد آشوب مقابل استانداری خراسان رضوی. اینجا سطح هشدار بالا می رود و گشت های امنیتی و بسیج با حساسیت بالا برای شناسایی موارد مشکوک فعال می شوند. در این خیابان نزدیک استانداری مشهد دو نیروی بسیج به سرنشینان این خودرو مشکوک می‌شوند و دستور توقف و بازرسی می‌دهند. راننده مدارک هویتی نشان نمی‌دهد و از او درخواست می‌شود که از ماشین پیاده شده که در این لحظه این فرد اسلحه خود را درآورده و به یکی از نیروهای بسیج شلیک می‌کند. و البته نفر دوم به محض اینکه کلتو دیدم واسه اینکه فرمانده خودمون رو اطلاعات بهشون بدم از این طرف رفتم به سمت منم دو تا تیر شلیک کرد. بله. یکی به یه خودروی سمت راست پارک بود، یه دونم به جدول خورد. پس از مدت کوتاهی محل مخفی شدن این تروریست ها توسط سازمان اطلاعات سپاه شناسایی می شود. با این توضیح که در اون فاصله چند ساعته افراد برای اینکه شناسایی نشن تغییر چهره میدن
که بتونن به اصطلاح از این فرصت استفاده بکنن. هنگام دستگیری درگیری مسلحانه می شود که هر دو نفر از اعضای گروهک تروریستی کشته می شوند. افرادی که وقتی وسایل شخصی آنها بررسی شد، ارتباط با ریستارت و شبکه اینترنشنال و مسیح علی نژاد در تلفن آنها دیده شد. گروهک هایی که از آشوب ها بهترین بهره را برای عملیات های تروریستی خود می برند. آمن سادات ذبیح پور، خبرگزاری صدا و سیما. گل به خودی، داستان بازیکنانی که با بیدقتی و درک نکردن جایگاهشون به جای دروازه حریف دروازه خودی رو هدف میگیرند. این عکس دختری است به نام اسرا پناهی، 16 ساله، اهل اردبیل. فوت اسرا چند روزی است سوژه رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور شد. گزارش هایی داریم که حکایت میکنه از جان باختگان یک دانش آموز در مدرسه شاهد در اردبیل، حمله نیروهای امنیتی به دبیرستانی در اردبیل و کشته شدن یک دانش آموز. اما خانواده اسرا پناهی برخلاف ادعاهای رسانه های خارجی میگویند شب 20 که ساعت 12:05 بود ناراحتی قلبی خواهرم اوت کرد، به اورژانس زنگ زدم. حسن پناهی. آقای حسن پناهی، الان من اصلا دوست دادی؟ بله. این بیمار با علائم استفراغ و افت فشار خون و علائم مشکوک مسمومیت به این مرکز ارجاع شده و در طول روز کارهایی که برای بیمار لازم بود انجام شده، حتی ظهر دیالیز سفاقی انجام شده و نهایتاً ساعت 14:45 به آی سی یو منتقل شده و ساعت 18:50 به خاطر ارست وقفه در واقع قلبی احیا شده و به احیا پاسخ نداده و مرحوم شدند. با این حال برخی ها در فضای مجازی و همینطور در رسانه های فارسی زبان خارج از کشور تلاش دارند سناریوی کشته سازی راه بیاندازند و اصرار دارند اسرا دانش آموز مدرسه شاهد اردبیل بوده و با ضرب و شتم نیروهای امنیتی جان باخته است. کلیه پرونده ها رو بررسی کردیم. مرحومه اسرا پناهی خانگاه دانش آموز مدرسه سبلان می باشد. اینجا دبیرستان دخترانه سبلان اردبیل است. اسرا پناهی از سال 98 در پایه هفتم این مدرسه ثبت نام کرده و به مدت 3 بود که در اینجا مشغول به تحصیل بود، ولی این اواخر یعنی سال قبل خاطر یک سری مشکلات شخصی که براش پیش اومده بود و تو روحیش هم تأثیر گذاشته بود دچار افت تحصیلی و ضعف درسی شده بود که در نهایت نتونست که با موفقیت اون سال رو تموم بکنه. از ابتدای سال تحصیلی امسال چطور؟ آیا اسرا به مدرسه مراجعه داشته؟ اصلا برای ثبت نام اومده بود یا نه؟ از ابتدای امسال علیرغم پیگیری هایی که ما انجام دادیم به مدرسه مراجعه نشده. میبینید که پروندش هم اینجا هست، بنابراین در جای دیگه هم ثبت نام نکرده. ضمن عرض سلام خدمت آقای علی دایی قهرمان شهرمیز، بنده علی پناهی هم مرحوم اسرا پناهی نمسی. در مورد فوت منم قردشمون گزه سیز ارزل عملی همچیم اونم مادرزادی مشکل قلب سواریدی. پیش از این عموی اسرا از اظهار نظر بدون سند علی دایی پیشکسوت فوتبال دلخور شده بود و در ویدئو این دلخوری را اعلام کرده. دنده جلایم وارچی قبل از اینکه چند مچیف و واقعیت ماجرانی پی اپارسوز به فضای مجازی ده مراحل جلوفتی بود، سوزلر جلوفتی، بیزم خانوادمیز عزادار دی فلان دی، باعث آزردگی بیزم özüm anam atam خلاصه اعضای خانوادمیز رفتی. من özüm صریحاً بو دیگر سوزلری تکذیب الیم. اما علی دایی امروز دوباره با انتشار مطلبی در فضای مجازی عنوان کرد حرفهای عموی اسرا را قبول ندارد و اطلاعاتش از اردبیل کامل است. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه هم از علی دایی خواسته اسناد و مدارک ادعاهای خود را برای رسیدگی به قوه قضاییه ارائه کند. نفیسه سهرابیان، خبرگزاری صدا و سیما. شب گذشته چند نفر در محله شهرک نفت واقع در شمال غرب تهران در پاسخ به اعتراض یک راننده تاکسی مبنی بر بستن راه خودروش رو آتش زدند. رئیس کلانتری منطقه گفته به محض رسیدن به صحنه اختشاشگران متواری شده بودند. شب گذشته در محله شهرک نفت به گفته اهالی اینجا عده‌ای دو سطل آشغال را به آتش می‌کشند. 4-5 نفر بودن، نقاب زده بودن دیگه.
اینجا بودن درسته سر چهارراه؟ بله. عده‌ای دو سطل آشغال را درست وسط این چهارراه به آتش می‌کشند، اما به گفته اهالی اغتشاشگران به یک راننده تاکسی که قصد عبور از این چهارراه را داشته اجازه عبور نمی‌دهد و راننده تاکسی اعتراض می‌کند. من البته بالا خونه بودم، یه لحظه خانمم از بالکن داد زد که یه ماشینی آتیش گرفته، تاکسی آتیش زدن، خودش هم سوخته بود، ماشین رو رها کرد، ماشین دندقه اومد خورد به این در و درخت هم آتیش گرفت که همون در لحظه ما الان این درختی که یه بخشش هم الان اینجا میبینیم که دیگه آتیش گرفته و گرفته به این درخت، این پارکینگ هم که آتیش گرفته. خب ما ساکن اینجا این؟ بله من اینجا ساکن هستم. دیشب دو سه تا پسر جوان اینجا وایساده بودن، آتیش روشن کرده بودن، ماشین آتیش گرفت، این آقا بلند شد و در رفت، ماشین رفت بیرون و عرضم به خدمتتون که آتیش گرفت و فرار کرد. بله گفت آتیش سوختم و فرار کرد، ماشین اومد رد شد. عرضم به حضور شما که گویا مثل که جر و بحثشون شده بود و ماشین آتیش زدن دیگه. اینجا دوربین نبوده که بتونی چک بکنی؟ متاسفانه این محلی که آتیش زدن فاقد دوربین بوده. پس از چند ساعت هماهنگی از اوایل روز تا غروب بالاخره موفق شدم تا با راننده تاکسی مصاحبه بگیرم. یه چیزی زدن شیشه ماشین، با آجر چیزی زدن شیشه ماشین شکوندن، بعد من دندقه و جلو رفتم گیر کرده بودم که در برم، دیدم دارن کلتک مونوتوپ آتیش میکنن، بعد تو ماشین بودم اینا رو پرت کردن تو ماشین که مثلا آتیش گرفتم، حالت آتیش گرفتم ماشین بیار کردم، یعنی اگه خونه رفیقم نبود درش باز نبود من قشنگ جزغال نمیشدم، ماشینم که هیچ چیزم نمونده و حتی پشتم با قمه زدن زیر کت و زیر این ورا سوخته، جفت دستم تو اینجا کامل سوخته، صورتم که سوخته. چیا با قمه زدن؟ همون که اونجا بودن. این همون خودروی 405 تاکسی هست که اغتشاشگران با کوکتل مولوتوف اون رو مورد حمله قرار دادن و آتیشش زدن. همونطور که میبینید الان تمام صندلی ها آتیش گرفته، تمام تجهیزات داخل ماشین سوخته. پوریا سلیمانزاده، خبرگزاری صدا و سیما. و روایتی جدید بشنوید از مهران مدیری درباره مصادره اتفاقات، ناجوانمردی دیگران، فضای مجازی و اشتباه نسبت به وقایع. هر کسی که در این کشور به دنیا آمده، تلاش کرده و رشد کرده، عاشق وطنشه، عاشق امنیتشه و عاشق تمامیت خاکش. کدام ایرانی رو میشناسیم که یک وطن تک پاره بخواد؟ کدام ایرانی رو میشناسیم که یک وطن از هم گسیخته بخواد؟ قطعاً هیچ ایرانی وجود نداره با هیچ قومیتی و هیچ شکل و شمایلی که در این سرزمین زندگی کرده یا زندگی میکنه و عاشق خاکش نباشه و تمامیت خاکش رو نخواد. این بدیهیه. همه ما عرق ملی از مهمترین مسائلمونه و عرق ملی رو همیشه داشتیم، داریم و خواهیم داشت. اما دیگرانی نه از این کشور، دیگرانی نه از این مردم، همیشه خواستن در طول این سالها هر اتفاقی که در این مملکت افتاده رو، اون اتفاق رو، مردم رو و حتی آدم‌ها رو به نفع خودشون مصادره کنن و این خیلی ناجوانمردان است. من با فضای مجازی مسئله داشتم، همیشه در کارها گفتم، سالها گفتم و باز هم میگم فضای مجازی علاوه بر خوبی‌هاش مضرات بسیاری هم داره. یک کمی باید مراقب فضای مجازی باشیم، مراقب خودمون باشیم در فضای مجازی. این همه نقل قولهای عجیب غریب، این همه اخبار عجیب غریب، این همه گفته های عجیب غریب و و و هزار چیز دیگه که هم اذیتمون میکنه، هم باعث میشه اشتباه کنیم نسبت به خودمون، نسبت به وقایع، نسبت به آدم ها.
روایتی بشنوید از فاصله ایران مجازی تا ایران واقعی. خیابان‌های شهر در آرامش، بازار و مراکز تفریحی در جنب و جوش، تصویری پرتکرار در شهرهای مختلف ایران. مردم از شهرستان‌ها، از شیراز، از تهران، از اصفهان، از مشهد، از تبریز، از همه جای ایران به اینجا مراجعه میکنن. در برخی مطالب شبکه‌های اجتماعی اما ایران طوری که مردم در کوچه بازار میبینند نیست. میگویند هر روز در کردستان و سنندج اعتصاب است. منبع خبرشان را وقتی جویا میشویم به رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران میرسیم. کسبه و بازاریان سقز مغازه‌ها را بسته و به اعتصاب خودشون ادامه دادند. رسانه‌هایی که کیلومترها دورتر از ایران بدون مستندات جریان سازی میکنند. کارکنانشان هم در صفحات شخصی تلاش میکنند هشتگ اعتصاب را داغ نگه دارند و حساب‌های کاربری بینام و نشان جریان این رسانه‌ها را ادامه می‌دهند. امروز 26 مهر ماه ساعت 12 یکی از بازارهای سنندج طبق روال همیشه باز شدند. مثلا این صفحه بدون نام و نشان مشخص که از اعتصاب بازار و صنایع نوشته. بازار انشالله امن و امان، همه چی هم خوب، اوکی، به شایعات هم کسی گوش نده. تو مجازی داره براندازی میشه، اما واقعیت مردم در کنار دریاچه چیتگر شب و خوشگذرونی میکنن. حالا حتی چهره های جریان ساز در نشر شایعات مجازی و حمایت از اختشاشات درباره پیامدهای آن هشدار می دهند. ظاهرات ونکوور یه دونه خانومی اون وسط به من حمله کردن و فحش دادن و از من خواستن که من اونجا رو ترک کنم، به خاطر اینکه توی اینترنت شنیده بودن که من از اعضای نایاک هستم. درسته که شما بعضی وقتا این میتونید یه پیج فیک بسازید و هر چیزی که هر کی میگه رو باور کنید و شیر کنید، ولی خوبه که بدونید که بعضی وقتا این چیزایی که میذارید به قیمت جون یه آدم تموم میشه. کارشناسان سواد رسانه‌ای شایعات مجازی را گلوله‌های جنگ شناختی توصیف میکنن، جنگی که شناخت و درک افراد را از واقعیات دنیای اطرافشان هدف میگیرد. احداث پل در بخش ایرانی رودخانه ارس، فردا روز تمرین عملیات هجومی در آزمایش اقتدار نیروی زمینی سپاه با تلاش یگانهای هوایی و زرهیه. ما همان گونه که بارها اعلام کرده ایم تغییرات در مرزهای کشورهای منطقه و وضعیت و واقعیات ژئوپلیتیکی منطقه را تحمل نخواهیم کرد. سلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 31 شهریور 1401، و وقوع درگیری و تغییر مرزها به زور و درگیری و جنگ را بر نمیتابیم و در کنار آن ساکت نمینشینیم. کمتر از یک ماه بعد اینجا شمال غرب ایران، جاده‌ای به سمت منطقه ارس. این جاده راه مواصلاتی ایران با کشورهای اروپایی و آسیایی میانه است که حالا ایران برای تضمین تجارت زمینی خود و همسایگانش دست به رزمایش در منطقه ارس زده است. سپاه بخشی از یگانهای خود در آذربایجان شرقی و اردبیل را برای این رزمایش آماده کرده. ایران در غرب آسیا جز تنها سه کشوری است که میتواند در کمتر از 24 ساعت نیروهای زرهی خود را به شعاعی بیش از 800 کیلومتر منتقل کند و در کمتر از 6 ساعت مسیر 400 کیلومتری را این چند لشکر زرهی برای انجام مرحله آخر رزمایش اقتدار آمده‌اند و در منطقه عمومی ارس مستقر شده. پل تاکتیکی برای عبور تانک‌ها و نفربرهای زرهی استفاده می‌شود. اما چرا ایران دست به این رزمایش زده و می‌گوید نمی‌گذارد تغییری در مرزهای منطقه و این راهگذر تاریخی
به وجود بیاید. تحولاتی که در قالب تغییر مرزهای ژئوپلیتیکی داره صورت میگیره با هدف در واقع ایجاد یک کانون ناامنی علیه ایران، روسیه و چین هست. در هر نقطه‌ای که این شاهراه تاریخی تحت تاثیر قرار بگیره، طبیعتاً ایران در قالب منشور سازمان ملل اقدامات پیشگیرانه را برای صیانت از مرزهای بین‌المللی انجام خواهد داد. یگان‌های موشکی، توپخانه و زرهی نیروی زمینی سپاه فردا با پوشش بالگردهای هجومی کبرا تمرین حمله به اهداف خود را انجام خواهند داد. یونس شادلو، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، منطقه عمومی رزمایش، عرس. از تعطیلی لیگ برتر تا فجستونی با 4 سرپر است. تعطیلی اجباری لیگ برتر فوتبال برای جام جهانی قطر حدود 2 ماه طول میکشه. 2 ماه خیلی زمان، 60 روزه. تعطیلات بهشون بدیم 10 روز. مجبوریم ما بدنسازی کنیم. بدنسازی هم بخوایم بکنیم یه فشار معصب اصلا به این بچه ها خیلی فشار میاد. ما تازه بدنسازی 5-6 تا بازی کردیم، تازه بدنا ول کرده. حالا این مدل برنامه‌ریزی به خیلی ها فشار آورده. کمر همه تیم‌ها رو میشکونه چون بدنسازی دوباره فصل جدید. آقا یه پیشنهاد داریم، مشکل کمر دردم نداره. بازی‌های جام جهانی رو توی خونه پای تلویزیون تماشا کنید، تاکتیک‌های تیمتون رو برنامه‌ریزی کنید. مطمئن باشید بعد از جام جهانی کیفیت لیگمون بالاتر هم میره. بریم جلو ببینیم خدا چی می‌خواد. یه فدراسیون رکوردشکن داریم که تو کمتر از 1 سال 4 تا سرپرست عوض کرده. جالبه یکیشون فقط 180 دقیقه سرپرست بوده. سرپرست جدید هم تغییراتی درش اتفاق افتاد، بازنشسته شدن. مدت خیلی کوتاهی این تغییرات مجدداً انجام شد. هم مشکل اساسنامه هست، هم ایمیل های متعددی که از ایران زدن به فدراسیون جهانی و فدراسیون جهانی رو دچار یک تعارضی کرده بودند. این تغییرات پی در پی و این بی‌ثباتی مدیریتی اونم توی رشته پایه خیلی جالب نیستا. حداقل اون مسئول قبلی که داره ایمیل میزنه رو صدا کنید، باهاش صحبت کنید، شاید مشکل حل بشه. انشالله حل میشه، شرایط ژیمناستیک به زودی حل میشه. برای حسن ختام خارج از گود امشب به سراغ وزنه برداری قهرمانی آسیا رفتیم، جایی که دختر ایرانی با کسب 3 مدال طلا تاریخ سازی کرد و باعث غرور هر ایرانی شد. مسابقه آسونی نبوده حقیقتا. من خودم به شخص توی شروع خیلی شرط استیبلی نداشتم توی یک ضرب، ولی خدا شد تو حرکت سوم این جبران شد. اینجا جا داره یه خدا قوت جانانه هم به دخترای ورزشکار سرزمینمون بگیم. شب بخیر و خدا حافظ.